بسم الله الرحمن الرحیم، امیدوار هستم که دارای صحت کامل باشین و همین امیدواری دوست عزیز یکی از درس‌های جدید ما شما آغاز میکنیم. در این ویدیوی آموزشی شما دوست عزیز با معنا و مفهوم ورگروپ و دومین کاملا آشنایی پیدا میکنید. شما فرق میان ورگروپ و شبکه دومین مکمل میخوانید، یعنی شما میخوانید که و یا معلومات پیدا میکنید که شبکه ورگروپ چی است و شبکه دومین چی است. دوست عزیز، در این پریزنتیشن ما شما مکملی موضوعات بحث میکنیم که ورگروپ چی است، دومین چی است، راه اندازی دومین چی است، یا ایجاد کردن یک دومین چی است، یا چطور میتونیم دومین راه اندازی کنیم. و موضوع دیگه دوست عزیز که شما میخوانیم که ما چطور میتونیم یوزرها را در داخل دومین ما شما ایجاد کنیم و یا بسازیم. خب دوست عزیز، ما در این سلاید بالای هدف اصلی شبکه دومین و ورگروپ صحبت میکنیم. یعنی ما زمانی که میگیم شبکه دومین و شبکه ورگروپ، یعنی هدف اصلی از این دو سایزیز چی است؟ متوجه باشین دو سایزیز که هدف اصلی شبکه دومین و ورگروپی است که در داخل یک شبکه ریسورس و منابعی که قرار میگیره ما چطوری در میتونیم مدیریت کنیم. یعنی منابعی که در شبکه دومین وجود داره چطور میتونه مدیریت شود و منابعی که در شبکه ورگروپ وجود داره چطور ما میتونیم مدیریت کنیم و یا منیجمنت کنیم. هدف اصلیش دو سایز همی است. خب دو سایز، حالا ما یک امر ضروری میبینیم که شما را با ریسورسز و منابعی که گفتیم در داخل یک شبکه قرار میگیره و ما او را مدیریت میکنیم شما را معرفی کنم. ریسورسز دو سایز کدام چیز دیگه نیست. ریسورس دوست عزیز در داخل یک شبکه و یا منابع در داخل شبکه میتونن که دوست عزیز به شکل ورچوال و یا فیزیکال وجود داشته باشه. ریسورس ها دوست عزیز میتونن یوزرها باشه که شما چطور میتونین اینمی یوزرها را مدیریت کنین. دوست عزیز ریسورس میتونن دستگاه هایی که در داخل یک شبکه وجود داره اینا را شما ریسورس بگوین، مثل پرینتر، مثل کامپیوترها و غیره و غیره. دو سایزیز ریسورسز میتونه یک فولدر باشه که در داخل شما فایل ها را قرار میدین و این فولدر را شما به دسترس یوزرها قرار میدین. این خودش میتونه یک ریسورسز باشه. ریسورسز دو سایزیز میتونه یک وبسایت تان باشه که به دسترس یوزرها شما قرار میدین. یعنی همیشه وقت یوزرها در عین زمان از این وبسایت در داخل شبکه و یا خارج شبکه از این وبسایت اینا استفاده بکنند. امی خودش میتونه یک ریسورسز باشه. دیگه دوست عزیز میتونه ریسورسز رول ها، فیوچر ها و سرویسز هایی که شما در داخل یک شبکه رن میکنین میتونین شما دوست عزیز امیر ریسورسز بگین. و دوست عزیز متوجه باشین که هزارها ریسورسز وجود داره، منابع وجود داره که شما زمانی که یک شبکه را راه اندازی میکنین با منابع مختلف روبرو میشین و آشنا میشین. حالا دوست عزیز همین منابعی که در داخل شبکه دومین قرار میگیره ما چطور میتونیم مدیریت کنیم و اگر همین منابع و طور مثال در داخل شبکه ورگروپ قرار میگیره ما چطور میتونیم مدیریت کنیم، که اینه میره شما با بحث کردن بالای دومین، شبکه دومین و ورگروپ بر شما واضح میشه و شما میفهمین که واقعا آیا ما یک شبکه دومین داشته باشیم خوب است و آیا یک شبکه ورگروپ داشته باشیم خوب است. کدام یکی از اینا را ما میتونیم انتخاب کنیم و کدام از اینا را ما میتونیم یک شبکه خوب بگیم. میریم دوست عزیز یک جا شبکه دومین و ورگروپ را تشریح میکنیم. خب دوست عزیز، حالا ما شما میریم بعض ما بالای شبکه ورگروپ است. ورگروپ چی است دوست عزیز؟ در شبکه ورگروپ دوست عزیز متوجه باشین که دستگاه ها و یا کامپیوتر هایی که قرار میگیره متوجه باشین که تمامشان یعنی از لحاظ صلاحیت یکسان هستند، یعنی هم درجه هستن. هیچ گاهی در شبکه ورگروپ متوجه باشید دوست عزیز که یک کامپیوتر از طریق کامپیوتر دیگه کنترل شده نمیتونه، یعنی مدیریت شده نمیتونه. یعنی به ایمان از دوست عزیز که هر کامپیوتر در این نوع شبکه رئیس خود است، میتونه هر کار را انجام بده، سافتویر انستال بکنه، ریموو بکنه، فایل ها را در داخل خودش ذخیره سازی بکنه، فلش استفاده بکنه، انستالیشن بکنه، هر کار اینا میتونن انجام بدن. یعنی به این معنا که در شبکه ورگروپ هر منابعی که در قسمت، یعنی هر منبعی که شما میبینید دوست عزیز رئیسش خودشان هستن، برتون واضح بگویم.
پس کدام محدودیت، کدام لیمیتیشن وجود نداره. اینه متوجه باشه. دو دوست عزیز، موضوعی که دو ما شما بحث میکنیم. در شبکه ورگروپ از یک نقطه مرکزی هیچ گاهی دستگاه هایی که در یک شبکه قرار دارن اونا دوست عزیز متوجه باشین که منیجمنت و یا مدیریت نمیشن. و طور مثال در شبکه ورگروپ کدام سرور وجود نداره که قدرت عزیز داشته باشه که تمام این دستگاه ها تحت یک مدیریت واحد کار بکنن. یعنی هر وظیفه را که سرور برشان میتن انجام بدن، در غیر دو انجام دادن ندارن. در شبکه ورگروپ کدام نقطه مرکزی وجود نداره که از یک نقطه مرکزی متوجه باشن که تمام کامپیوترها و دستگاه هایی که در یک شبکه قرار میگیره اونا کنترل شون. این کار امکان پذیر نیست در شبکه ورگروپ ما شما. این شما دقیقا باید بیان داشته باشه. کدام کنترل کننده ندارن اینا که از یک نقطه مرکزی از یک جا تمام از اینا کنترل شوند. موضوع دیگر دوستای عزیز از این قرار است که در شبکه ورگروپ دوستای نهایت عزیز میتونه هر دستگاه، یعنی هر کامپیوتر یا هر منبعی را که شما در اسمان میبینین میتونه در این زمان خودش هم کلاینت باشه و هم سرور. شما دوست عزیز در اینجا یک موضوع دیگر یادآوری کنم که کلاینت هم مفهوم و معنایش رو میفهمید. دوست عزیز کلاینت یعنی کامپیوتری که خدمات بگیره از مقابلش، ما رو میتونیم کلاینت بگیم. سرور چیزی ره که متوجه بشین، سرور یعنی سرویس دهنده، خدمات میکن. پس دوست عزیز متوجه بشین که در شبکه ورگروپ هر دستگاه، یعنی هر کامپیوتر میتونه خود، یعنی خودش میتونه کلاینت باشه در این زمان و میتونه سرور باشه. به این معنی دوست عزیز پس یک کامپیوتر به طریق قسمت وجود داره. زمانی که یک پرنتر را فکر کنین در این کامپیوتر انستال میکنن، در اینی کامپیوتر انستال کردن، درست؟ پس اینمی متوجه باشین که من حیث یک پرنت سرور فعلا کار میکنه، در حالی که خود از یک کلاینت است. وقتی که دوست عزیز یعنی یک پرنتر در اینجا انستال شد و بین شبکه و یعنی بین دستگاه های شبکه شریک شد که همگی پرنت خود را بر از این کامپیوتر روان بکنن و از این دستگاه باید پرنت شد، در اینجا این فعلا مثل یک پرنت سرور کار میکنه. پس دوست عزیز اینمی کامپیوتر فعلا سرویس میکنه، یعنی خدمات میده. فعلا متوجه باشین حال اینمی دستگاهی که در این قسمت وجود داره این من حیث یک کلاینت یک داکیمنت داره و میخواد اینو چاپ بکنه. متوجه باشین که آردر پرنت خود را من حیث یک کلاینت برای سرور ارسال میکنه و فعلا در اینجا اینمی کلاینت فیلی ما که در وجود داره فیلن مثل یک سرور کار میکنه، چون خدمات پرنتر برای از منابع دیگر میده، یعنی برای دستگاه های دیگر میده، درست دوست عزیز؟ در اینجا این یک منحیث یک کلاینت کار میکنه و در اینجا این منحیث یک سرور کار میکنه. اگر یک فولدر داریم، در داخل از این فولدر دوست عزیز یک تعداد فایل ها را شما جا به جای میکنیم و در این دستگاهی را شیر میکنیم، یعنی شریک میکنیم. متوجه باشیم حالا فعلا اینمی دستگاه ما من حیث یک سرور کار میکنه و کامپیوتری که میخواه به این فولدر دسترسی پیدا بکنه این من حیث یک کلاینت، یعنی ریکویست خود را درخواست خود را روان میکنه برای ازمی دستگاه تا ای که بتانم فولدر را اکسس کرده بتانم. دیدین دوست عزیز دریجه که در عین زمان در شبکه ورگروپ میتونه که یک دستگاه هم کلاینت باشه و هم سرور باشه. امیدوار هستم که این موضوعات در شبکه ورگروپ بر شما واضح شده باشه. حالا دوست عزیز با این سه موضوعی که من تشریح کردم شما معلومات پیدا کردین که شبکه ورگروپ چی است. باز هم به خاطر واضح ساختن شبکه ورگروپ من یک مثال آوردم در این قسمت یادآوری میکنم. دوستای عزیز در شبکه ورگروپ شما فکر کنین که
سه دانه یوزر داریم. یک یوزر میتونه احمد باشه، یکی هم میتونه بلال باشه و یکی هم منیر باشه. اگر شما میخواین دوست عزیز این سه یوزر به سه کامپیوتر لاگن شوند، یعنی لاگن بگیرن، شما مکلف هستین که برای هر یوزر در هر کامپیوتر یوزر اکانت بسازید. یعنی اگر میخواین که احمد در این کامپیوتر لاگن شوه، باید یک یوزر اکانت در اینجا ساخته شود و یک یوزر اکانت هم در این کامپیوتر برش به شکل لوکال ساخته شود و یک یوزر هم به شکل لوکال در این کامپیوتر برش ساخته شود. اگر میخواین بلال هم به این کامپیوتر لاگین شود، شما مجبور هستین، مکلف هستین یک یوزر در اینجا برزی بسازین. و اگر میخواین بلال به کامپیوتر دوم هم لاگین شود، باید یوزر اکاونت برازی هم در این کامپیوتر به شکل لوکال ساخته شود. و اگر میخواین به این کامپیوتر یعنی لاگین بگیره یا لاگین شود، متوجه باشین که دوست عزیز شما یک یوزر اکاونت برش در این کامپیوتر هم بسازید. همه قسم برای منیر همچنان. پس دوست عزیز، حالا که سی با یک کامپیوتر است، شما میبینین که ساختن یوزر شاید اوقدر مشکل نباشه. اما شما فکر کنین اگر در یک شبکه 50 کامپیوتر باشه و 50 دانه یوزر باشه، در این صورت طبعا بر شما معلوم دار است که مدیریت و منیجمنت این نوع شبکه مشکل است. میریم دوست عزیز با شبکه دومین ما شما معرفی میشیم. خب دوست عزیز، در شبکه دومین متوجه باشین که یک نقطه مرکزی وجود داره که تمام منابعی که در داخل شبکه قرار گرفتن اینا را بتونه مدیریت کنه و یا کنترل بکنه. یعنی به این معنی که در محیط دومین میتونه تمام منابع هایی که در داخل یک شبکه قرار گرفتن تحت یک مدیریت واحد اینا کار بکنن. فقط کافی است که شما در داخل شبکه یک دومین کنترلر داشته باشید. دومین کنترلر به چی معنا؟ یعنی به این معنا که در یک سرور که شما اگر سرویسز اکتیو دایرکتوری دومین سرویسز انستال کنین، متوجه باشین که ما میتونیم بگیم که میتونه این سرور یک دومین کنترلر باشه. خب دوست عزیز، متوجه باشین که در محیط شبکه دومین هیچ گاه یوزرها به شکل لوکال در کامپیوترها ساخته نمیشن. شما توجه داشته باشین ما دو تا یوزر داریم به طور مثال. یکی زیر ما میتونیم به نام احمد بگیم و دیگه میتونیم به نام بلال بگیم. دوستای عزیز، شما باید بر هر یوزر در سرور در دیتابیس اکتیو دایرکتوری باید یک یوزر اکاونت بسازید به نام احمد و بر بلال هم شما یک دانه یوزر بسازید به نام بلال. یعنی یوزرهایی که در اکتیو دایرکتوری یعنی در دومین کنترلر ساخته میشه، متوجه باشین دوست عزیز که اینا را به نام دومین یوزر میگن. ما دوست عزیز دو نوع یوزر داریم. یک میتونه لوکال یوزر باشه که ما لوکال یوزرها را دوست عزیز گفتیم که در شبکه های ورک گروپ میسازیم. یعنی در کامپیوتر شخصیتان که فعلا بر حال شما یک یوزر دارین، متوجه باشین که او را به نام لوکال یوزر یاد میکنم. اما شما زمانی که یوزرها را برای هر کلاینت یعنی برای هر شخص در دیتابیس اکتیو دایرکتوری در سرور میسازین، اونا را به نام دومین یوزر ها میگن. حالا احمد قصد داره که به داخل شبکه برای 4 کامپیوتر لاگین شود. یعنی اگر خواست به کامپیوتر اول، کامپیوتر دوم، کامپیوتر سه و کامپیوتر 4 لاگین بگیره و ای باید بتونه. متوجه باشین زمانی که احمد به کامپیوتر یک میخواد لاگین بگیره، متوجه باشین که در اینجا
زمانی که یوزر و پسورد خود را در این کامپیوتر تایپ میکنه، متوجه بشین که کلاینت یک ریکوست خود را، درخواست خود را روان میکنه برای سرور. به خاطر اتنتیکیشن یا به خاطر شناسایی یا به خاطر مجوز که بگویم، یعنی به این معنی که سرور دیتابیس خود را چک میکنه، میبینه که آیا همین یوزر و پسورد را که تایپ شده آیا پیش ما هست یا نیست، آیا در دیتابیس ما هست و یا نیست. در صورتی که این یوزر و پسورد در داخل دیتابیس سرور وجود داشته باشه، در اکتیو دایرکتوری موجود باشه، متوجه باشین که یوزر اجازه جدید پیدا میکنه تا اینکه به داخل کلاینت ای لاگین بگیره. و اگر امی یوزر احمد به طور مثال در کامپیوتر دوم میخوای لاگین بگیره، زمانی که یوزر احمد به کامپیوتر دوم هم لاگین میگیره، متوجه باشین که کلاینت دوم ریکوست یعنی درخواست خود را برای سرور روان میکنه به خاطر اتنتیکیشن شناسایی، تا ای که باز هم سرور دیتابیس خود را چک بکنه ببینه که با این یوزر و پسورد آیا در دیتابیس ما چیزی هست و یا نیست. در صورتی که یوزر و پسورد درست باشه، باز دوباره برای یوزر اجازه میده تا اینکه به این کامپیوتر هم لاگین بگیره. پس دوست عزیز، یکی از فرقهای عمده شبکه دومین و ورگروپ همین میتونه باشه. خب دوست عزیز، حالا در اینجا واضحا شما میبینید که مدیریت در شبکه های دومین آسان تر است. پس اگر شما در یک محیط را که اگر شما میخواین نتورک بسازین یا شبکه بسازین، متوجه باشین اگر تعداد کامپیوترها اضافه تر میباشد، شما کوشش کنین که از شبکه دومین استفاده بکنین. در صورتی که اگر از 10 پای کامپیوتر کمتر بود، شما در صورت میتونین که از شبکه ورگروپ استفاده بکنین، مشکلی نیست. اما در شبکه ورگروپ اگر تعداد دستگاه ها و کامپیوترها بالا برن، متوجه باشین که مدیریت از او کاملا مشکل میشه. بسیار زیاد مشکل است که ما او را مدیریت بکنیم. در او صورت ما شما باید سرور داشته باشیم. خلاص برتان بگویم دوست عزیز، تشریح کنم که اگر متوجه باشیم که اگر در یک شبکه را که ما شما میبینیم سرور وجود داشت، یعنی سرور بود، ما میتونیم اونمو شبکه را دومین نتورک بگویم. یا یک نام دیگه هم میتونیم برش بگویم دوست عزیز که کلاینت سرور میتونیم بگویم. اما اگر دوست عزیز متوجه باشین، اگر در یک شبکه که سرور وجود نداشت، فقط کامپیوترها بین یکی دیگه کامیکیشن میکنن، ارتباطات دارن، اما سرور وجود ندارن، پس ما این نوع شبکه را میتونیم ورگروپ بگویم، چون کدام کنترل کننده اینجا وجود نداره. ما میتونیم این را ورگروپ بگویم و همچنان شما میتونیم که به نام پیر تو پیر بگویم، پیر تو پیر نتورک. امیدوار هستم که خوبتر موضوع ورگروپ و دومین شما فهمیده باشید. خب دوست عزیز، شما در این سلاید میبینید که ما بالای فرق های عمده از ورگروپ نتورک و دومین نتورک ما شما صحبت میکنیم یا بحث میکنیم. در اولین مرحله شما میبینید که باز هم ما تکرار میکنیم که در شبکه ورگروپ کدام نقطه مرکزی وجود نداره که ما تمام منبع هایی که در داخل شبکه ورگروپ قرار گرفته ما اونها را کنترل و یا مدیریت بکنیم. در شبکه ورگروپ میتونه که هر کامپیوتر یعنی هر دستگاه خودش هم کلاینت باشه و هم میتونه سرور باشه. در شبکه ورگروپ میتونه که هر کامپیوتر آزادانه با کامپیوتر مقابل خود صحبت کنه، یعنی کامیکیشن کنه و هیچ مشکلی نباشه. یعنی در کل بتون بگیم که هر کامپیوتر در شبکه ورگروپ رئیسش خودش است. دیتا را ذخیره میکنه در خود کامپیوترش، اگر دیتا ها لاست میشه از بین میره، هر مشکل پیدا میکنه، متوجه بشین که مسئولیت هر کامپیوتر به دوش خود یوزر است و جوابگو خود یوزر است در شبکه ورگروپ. دیگه دوست عزیز، شما میبینید که در شبکه دومین یک نقطه مرکزی وجود داره. دقیقا از یک نقطه مرکزی تمام دستگاه ها میتونه، یعنی تمام یوزر ها، تمام کلاینت ها میتونه که کنترل شه و مدیریت شود. و فقط کلاینت ها همیشه وقت مثل زی که
یک مثال برتان دادم، گفتم وقتی که یک یوزر میخواهد یوزر با پسورد خود را تایپ کنه و کلاینت ریکوست روان میکنه برای سرور، یعنی مطلبش از این است که هر کلاینت در شبکه دومین متوجه باشین که همیشه امرای سرور چی میکنه؟ صحبت میکنه، در حالت صحبت میباشه، یعنی همیشه وقت یعنی از ریکویست خود را برای سرور روان میکنه، یعنی درخواست خود را برای سرور روان میکنه و از سرور خدمات میگیره. و دوسته دیگه متوجه باشین که شبکه ورگروپ بسیار زیاد ارزان تمام میشه، اوقدر به قیمت بالا ضرورت ندارن، اما متوجه باشین که در این شبکه دومین اگر شما راه اندازی کنین با مصرف زیادتر، یعنی با پول، یعنی با بودجه اضافه تر ضرورت داره. چرا؟ طبعا شما دوست عزیزی وقتی که یک شبکه دومین جور بکنین معلوم دار است که شما باید سرور داشته باشین، یعنی سافتویر های لایسنس باید داشته باشین، حتی یک نفر باید یکی دو تا سه داره شما یعنی معاش بدین، معانه که در دفتر کار کنه، اونا البته من حیث سیستم ادمنستریتور باشن، نتورک انجینیر باشن، تا اینکه شبکه شما را مدیریت بکنن. پس این مصرفش بالاتر است، اما مصرف ورگروپ که از پایین تر است، کمتر است. و این میتونه که از خوبی های ورگروپ باشه و این میتونه که از بدی های دومین نتورک باشه. اما در صورتی که یک شبکه ما بسیار زیاد مهم باشه، ما مجبور هستیم که بودجه اضافه تر یعنی داشته باشیم تا اینکه مثلا یک شبکه مطمئن ما شما چی کنیم برای بندازیم یا راه اندازی کنیم. در غیر از او اگر یک شبکه عادی شما بخواید که برای بندازین یعنی کانفیگریشن کنین، یعنی متوجه باشین که یک شبکه ورگروپ بقدر مصرف نداره، فقط هر یوزر یعنی هر شخصی که در دفتر کار میکنه چند پای کامپیوتر داره، فقط شما چند متر لاین میگیرین، فقط کیبلالا کش میکنین یا یک دان اکسس پوینت میگیرین، فقط کامپیوترها آی پی میگیرن و پینگ میکنین، ارتباطات بسته میکنین، فقط میتونین فایل یعنی فولدر شیرینگ کنین، یک پرینتر در یک کامپیوتر شما شدید بسازین تا اینکه تمام کامپیوترهای دیگه هم از او پرینت بکنه. یک شبکه ورگروپ است که قدر مصرف نداره. اما شبکه دومین وقتی که برام اندازین طبعا به بودجه کار داره، یعنی ضرورت داره. اول دیگه دوست عزیز متوجه باشین که شبکه ورگروپ وقتی که شما برام اندازین آسان است، ساده است، بسیار ساده شما میتونید کی را برام بندازین یا میتونید که کانفیگریشن کنین. اما شبکه دومین وقتی شما میخواین که برام بندازین متوجه باشین دوست عزیز که این مغلق است، تا اینکه اشخاص خوبتر مسلکی تر نباشه، یعنی پروفشنال نباشه، متوجه باشین که شبکه دومین اونا نمیتونن که برام بندازن و یا کانفیگریشن کنن. موضوع دیگه دوست عزیز که در شبکه ورگروپ یعنی مدیریت بسیار زیاد مشکل است. مدیریت به طور مثال فکر کنین اگر در داخل یک شبکه به طور مثال 10 دانه یوزر باشه یا 20 دانه یوزر باشه، مثل که یک مثال هم در امی ویدیو براتون دادیم که چقدر یعنی مشکلات خلق میکنه. باید شما برای هر یوزر یعنی برای هر شخص یک یوزر در هر کامپیوتر علیحدہ علیحدہ بسازیم. موضوع دیگه که مدیریت بسیار زیاد مشکل است که یعنی به این معنی است که شما اینمی 20 نفر مجبور هستین هر بار بالای سرشان برین که از انترنت استفاده خوبتر کن، به طور مثال فیسبوک استفاده نکن، از یوتیوب استفاده نکن، هر لحظه مجبور هستین شما بالای سر از اونا باشین. این بسیار زیاد مشکل است، چون کدام نقطه مرکزی وجود نداره که اینا را کنترل کنن، که به طور مثال فیسبوک رو بالاشون بلاک کنی، یوتیوب رو بلاک کنی، فقط بویی که شما اجازه دارین از گوگل استفاده کنین، یا بعضی از اپلیکیشن هایی را که شما برشان میگین انستال نکو در کامپیوتر یا فلش استفاده نکو و غیره و غیره، اینا متوجه باشین که هر لحظه مجبور ما بالای سر هر شخص بریم و بگیم که از این موضوعاتی که در داخل شبکه خطرناک است از این تو جلوگیری کن. ای اگر 10 نفر باشه در داخل یک شعبه، بازا میبینید که مدیریت مشکل است. اگر از 10 نفر اضافه تر باشه، از 10 پای کنتر اضافه تر باشه، طبعا میفهمید که چقدر مشکلات دیگه پیدا میشه. من فقط مثال گفتم که کسایی که میخواین در آینده در یک جای در شبکه کار بکنن، اونها این موضوعات باید برشان مکمل کلیر باشه، یعنی واضح باشه.
اما دوست عزیز متوجه باشیم که در شبکه دومین مدیریت ساده است، آسان است. اگرچه در اول مشکل است که ما شما کانفیگریشن کنیم، اما زمانی که ما در اول کانفیگریشن مغلق میکنیم، اما در آینده ما شما راحت میباشید. بخاطر از اینکه اگر در شبکه سرور داشته باشیم، پس میتونه این سرور تمام کلاینت های ما را کنترل بکنه و مدیریت بکنه. یعنی بدون اجازه سرور هیچ کلاینت هیچ کار را انجام داده نمیتونه. به طور مثال اگر تو از طرف سرور یک پالیسی رن میکنی که هیچ کلاینت نتونه فلش استفاده بکنه، پس وقتی که پالیسی در شبکه اجرا میشه یا اپلای میشه، یعنی تطبیق میشه، متوجه باشیم که هیچ یوزر دیگه نمیتونه از فلش استفاده کنه. وقتی که هر یوزر کوشش میکنه که در کامپیوتر شخصی که در پیش روش ماندگی است اما تحت یک مدیریت واحدی فعلا کار میکنه، یعنی تحت اداره سرور است، اگر در کامپیوتر خود یعنی فلش هم اندازه، چون پالیسی بالای کامپیوتر ازی تطبیق شده، این فلش کار نمیکنه. اما قسم اگر سافتویر های دیگی را اگر این کوشش میکنه انستال بکنه، اینستال کرده نمیتونه، چون تو پالیسی رن کردی از طرف سرور که باید ای اپلیکیشن ها را یا به ای اکستنشن ها، یعنی به ای اکستنشن ها سافتویر ها را ای رن کرده نتونه یا اینستال کرده نتونه. به همه قسم هزارها پالیسی دیگه را میتونه شما میتونید از طرف سرور بالای کلاینت ها دوست عزیز اپلای کنین یا تطبیق کنین. و دیگه دوست عزیز متوجه باشین که در شبکه ورگروپ سیکیوریتی وجود نداره. بخاطر از این سیکیوریتی وجود نداره که ما گفتیم که هر شخص در کامپیوتر خودش میتونه که دیتا و یا معلومات شد چی کنه دوست عزیز ذخیره سازی کنه. فکر کنین که در شبکه ورگروپ ما گفتیم سرور نداشتیم، فقط یوزر دیتایی را که در داخل کامپیوترش ثبت میکنه ذخیره سازی میکنه. اگر گاهی این کامپیوتر مکمل میسوزه، از بین میره، دیتایش از بین میره، لاس میشه، متوجه بشید که خود یوزر مسئول است، چون دیتا در داخل خود کامپیوتر است، در یک جای دیگه ذخیره سازی نشده. پس دوستای عزیز ما گفته میدونیم که در شبکه ورگروپ سیکیوریتی یا امنیت وجود نداره، اما در شبکه دومین متوجه بشید دوست عزیز که یعنی سیکیوریتی یا امنیت وجود داره. به خاطر از اینکه اگر یوزر فعلی ما یک کامپیوتر در پیش روش ماندگی است، فکر کنیم یعنی ای یک کلاینت است، فقط ای تحت اداره یک سرور است، در اصل همه کار در اینجا رئیس سرور است، درست؟ و ای کلاینت ارتباط داره با سرور، ای کلاینت از دوست عزیز و ای چیست سرور. متوجه بشین ای یوزر زمانی که هر عمل را انجام میکنی، هر فکر کنین دیتای خود را ذخیره سازی میکنه، دیتا انتری میکنه، راجستریشن میکنه، همه مواد را که انجام میده، متوجه بشین که دیتا مکمل در کجا میباشه؟ ذخیره سازی ازی در داخل سرور است، و سرور در یک جای خوبتر، یعنی که از لحاظ آب و هوا، از لحاظ امنیت، از لحاظ برق، متوجه بشین که حتی از این سرور چندین سرور دیگه هم میتونیم داشته باشیم که به خاطر بکاپ گیری ذخیره سازی دیتا ما در داخل یک شبکه، یعنی در داخل یک سرور روم استفاده میکنیم. حالا اگر این یک دیتا رو ذخیره سازی میکنه، در اصل دیتای ما در داخل سرور یعنی ذخیره سازی میشه. در این صورت اگر این کامپیوتر از خدا کنه که کاملا از بین بره، دیگه هیچ قابل ترمیم نباشه، با ما هیچ مشکل نیست، به خاطر اینکه دیتای از این کامپیوتر در کل در داخل سرور است و در داخل کامپیوتر فعلی از این نیست. پس به این خاطر ما گفته میتونیم که سیکیوریتی یا امنیت در شبکه دومین وجود داره. خب دوستای عزیز، در یک قسمت سلاید دیگه که ما شما میریم، در اینجا من فقط از شما میخوایم که ببینیم که آیا شما مفهوم و مطلب درس گرفتین و یا نگرفتین. بجیه شما یعنی از شما من دو سوال میکنم. زمانی که شما ویدیو را میبینین و در پایین ویدیو شما کامنت کنین جوابا را که من براتون اینجا سوالش را براتون میگم، من از شما سوال میکنم که معنا و مفهوم ریسورس و یا منابع در شبکه چیست؟ شما در کامنت یعنی در ویدیو نظریه خود را نوشته کنید، چون ما برای شما قبلا تشریح کردم.
در امی ویدیو ما تشریح کردم. شما وقتی که ویدیو رو تعقیب میکنین، اگر معنا و مفهوم از این فهمیده باشین، شما طبعا در ویدیو نظریه خود رو نمایش میکنین که معنا و مفهوم ریسورس در شبکه چی است. دو دوست عزیز که ما تشریح کردم چند نوع یوزر ما داریم. انواع یوزر شما فقط در کامنت نمایش میکنین که ما چند نوع یوزر داریم. تا یک دوست عزیز به ما معلوم شده که آیا شما ویدیو رو تعقیب میکنین و یا نمیکنین. آیا اگر ویدیو رو تعقیب میکنین، آیا چیز ما تانستیم برای شما بفهمانم یا نتانستیم؟ فقط میخوایم که 100% جواب از این سوالای ما را در همین ویدیو در پایین کامنت کنین، این نظریه تو را نوشته بکنین. خب دوستان، حالا میریم طرف عملی از این درس را که ما شما خواندیم. البته دوستان عزیز، ما شما یک دومین برام اندازیم و بعدا میخوایم یک کلاینت داریم. این کلاینت تحت مدیریت واحد، یعنی جوین با دومین میسازیم و در اونجا شما خوبتر عملیتر بر شما نشان میدیم که شبکه ورگروپ چی است و شبکه دومین چی است. بر شما واضح هم یعنی معلوم میشه. تشکر از اینکه تا حالا ما رو تعقیب کردین دوست عزیز، و باز هم براتون میگم که کانال ما رو سابسکرایب کنین، هم به دوستان شریک بسازین، کامنت ها نظریاتتون رو نوشته بکنین تا اینکه ما تشویق شویم بتونیم ویدیوهای خوب و خوبتر براتون ثبت کنیم و به دست شما قرار بدیم. و در اخیر برای ما هم دعا بکنیم.